درود به شما همراهان عزیز آموزشکده توانا، سال نوتونم مبارک باشه. در سال‌های اخیر دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بیش از پیش جون تازه‌ای گرفته و دادخواهان با شهامت به هر ظلمی که جمهوری اسلامی بر عزیزانشون روا داشته اعتراض می‌کنن. از هیچ چی هم نمی‌ترسن. حمایت ایرانیان از این خانواده‌ها و عزیزانشون هم پررنگ‌تر شده. اما به همین میزان جمهوری اسلامی ضحاک‌وار در تلاشه تا دادخواهان رو به سکوت وادار کنه و برای رسیدن به این هدفم از هیچ اقدام بی‌رحمانه‌ای فروگذار نمی‌کنه. اما ایجاد ربع و وحشت، یورش به منازل و بازداشت، حبس و پرونده سازی و هیچ کدوم از شگردهای حکومت نتونسته این خیزش جمعی که روز به روز داره گسترده تر میشه رو متوقف کنه. واقعیت اینه که دادخواهی در هر جامعه ای یک کنش مدنی به حق و مسلمه، اما جمهوری اسلامی از دادخواهان میترسه و با اقدامات قهرآمیز سعی در سرکوب اونا داره. با این همه فریاد دادخواهان همچنان ادامه داره و در سالی هم که گذشت صدای دادخواهی اونا به گوش همگی رسید. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، بتول حسینی، مادر بهنام محشوبی، راحل راهمی پور، خواهر حسین راهمی پور، منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، محبوب رمضانی، مادر پژمان قلی پور، صدیق تورانی، مادر فرهاد مجدم، خانواده های مسافران هواپیمای اوکراینی، مادران خاوران، مادران پارک لاله و بسیاری از پدر و مادران و برادران و خواهران و فرزندان جانباختگان و زندانیان هستند که با همه فشارها هرگز دست از دادخواهی نکشیدن. حالا که سال جدید خورشیدی فرا رسیده، اگه سفره پهن می‌کنیم و دیدارامون رو تازه می‌کنیم، خوبه که یاد این عزیزان رو هم گرامی بداریم و به هر شکلی و با هر روشی باهاشون همراه و هم صدا باشیم. در پایان دوست داریم که پیشنهادهای شما رو هم بشنویم. به نظرتون ما شهروندان چطور میتونیم از دادخواهان حمایت کنیم؟ پیام هاتون رو در بخش نظرات زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. سپاس از همراهیتون.